What's going on guys, چطورید بچه ها؟ فرشاد سایلنت هستم. خوش اومدید به یه ولاگ خفن. یه اتفاق خیلی خفن، فرخنده، یعنی چه؟ یه چیزی که همیشه آرزوشو داشتم داشته باشم و اینکه روی ماشینم باشه، بالاخره به دستم رسید. با هم دیگه بریم آنباکسش کنیم. همون سورپرایزی که بهتون گفتم تو ولاگ ماشین قراره سورپرایز داشته باشیم، یه چیزی قراره اینجا نصب شه. همیشه آرزوشو داشتم که بگیرم، بالاخره گرفتم. بریم و هم دیگه آنباکسش کنیم و بریم روی ماشین نصبش کنیم، یه چرخی هم این اطراف بزنیم و بعد بریم. احتمالاً یکی از دوستان میاد، با هم بریم سراغ کیس جدید، قراره بریم ببینیم. بریم امروز بگردیم دیگه. امروز یه ولاگ داریم با فرشاد سایلنت، به اضافه اون تیکه خاصی که قراره روی ماشین نصب شه به صورت اختصاصی که خیلی ذوقشو دارم. عاشقتونم، با من همراه باشید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنلیاتون نره، زنگوله بغلش هم بزنید، اینستای منم این بالا میاد، حتما فالو کنید. سری 200,000 تایی شیم روی یوتیوب و سری 1,000,000 شیم روی اینستاگرام. عاشقتونم، بزنید بریم. Let's go. خب بچه ها، اومدیم توی فضای باز خیلی خوشگل توی استکول. ایمن اگه نگاه کنید دریاچه هست، جلوتر هم قصر شاهه، ولی خب بایستادیم دم در با لگد اون بیرون گفتن گمشید جلو راه رو نگیرید. بله، لحظه رونمایی پلاک مخصوص سایلنت آرمی که قراره همین الان رو ماشین نصبش کنیم. آماده اید؟ 3 2 1. سایلنت لیتس گو. آقا بریم پلاک رو نصبش. خیلی باحال، من همیشه ذوق داشتم که یه همچین چیزی داشته باشم، یعنی در آینده که ماشین میخرم حتما بیام و یه پلاک اختصاصی همیشه به نیکنیم خودم داشته باشم. با حمایت شما و با لطفی که به من داشتید، من تونستم بیام به این موقعیت برسم. حالا این ماشین رو تونستم بگیرم، الانم که داریم پلاک مخصوص خانواده خودمون رو نصب میکنیم. بریم با هم که پلاک رو نصب کنیم. لیتس گو. خب آقا، بالاخره موفق شدیم با همکاری ناصر پلاکو در بیاریم. تمام، و ماشین دیگه مخصوص سایلنت آرمی شده. یعنی هر کی ما رو با این پلاک ببینه تو سوئد بازم نمیشه سایلنت تو اسکولی. خب اینم بزنیم و بریم سراغ پشت. چطوره ناصر؟ عالی. راضی هستی؟ به نظرت ماشاءالله چیز دیگه ای بهتر بزنید میرسید که اونو بزنیم؟ نه، سایلنت عالیه. بریم اون برم نصب کنیم. خب بچه ها، این هم از پلاکو. خیلی راحت میتونم به دوزن ها، ولی پلاکو اینجا به دوزن کاری میتونم بکنم با؟ نه، من خودم پلاک سایلنت حالا میدازدم انشاءالله. بذارید ببینم کیه؟ من یه جواب بدم میرسم خدمت. خب آقا، شاید باورتون نشه، اونی که به من زنگ زد دم در ورودی یه نگهبانی هست، اینجا خونه نوه شاه بود. از رو پلاک ماشین شماره منو در آورد، زنگ زد، گفت گم شید از اینجا، باید زنگ میزنم. چی؟ سکرت پلیس یه لول از پلیس معمولی بالاتر، یعنی به پلیس امنیت میگم بیاد ببرتون. مگه میشه همچی چیزی؟ بعد به ناصر میگم کجا امن نمیتونیم بریم، منو برداشت و برده دم خونه نوه که حالا اینجا اومدیم. فقط پارک و پارکینگ و اینا هیچی نمیتونی، کسی که تپته زبونم گره اینجا دیگه، کسی نمیتونه چیزی بهمون بگه. پارکینگی که مردم میان اینجا پیاده روی کنار دریاچه و اینا، ما که اول کار پرو رفتیم جلو در. خیلی خب آقا، بریم که یه تا تصویر خفن با گجتی که بهتون تو استریم میگم کدوماتون دیدید یا نه، چند تا تصویر خفن از ماشین بگیریم. یعنی امیدوارم، من دفعه اول همش کار میکنم، ولی بگیریم، امیدوارم که کلی حال کنید. بعدش بریم یه جای دیگر، بریم با ناصر بگردیم دیگه، بریم یه جا، شاید بریم مثلا وب هالنینا واسه کیس یا کار دیگه خواستیم بکنیم. همراه باشید دیگه، میبینمتون. خب ناصر جون، مرسی از فیلم برداری خیلی حرفه‌ای به خاطر ماشین که انجام دادی. اون درونم ناصر جون میرونده، چون من
حال کردیم. آره درون خیلی اصلا ناصر راننده نبود من درون رو ببینم. نه اصلا. آقا اومدیم مرکز شهر، یه مغازه است به اسم وب هالند، داریم میریم اونجا که راجبه میخوام بهتون گفتم میخوام یه کیس ببندم، بریم راجبه اون صحبت کنیم. و الانم داریم میریم عین اسکولا بدون اینکه رو خط بریم، وسط خیابون داریم راه میریم و اینا. بعدم این که هیچی، بریم تو مغازه. حالا از مرکز شهرم تا حالا هیچ وقت براتون فیلم نگرفته بودم که هی میگفتید وای سوئدو بهمون نشون بده چجوریه، هی همش پشت کامپیوتر نشستی. بالاخره اومدیم بیرون، بریم دیگه، بریم به سمت وب هالند ببینیم چه خبره. لتس گو. بچه ها مغازه که میگفتم، مغازه فروشگاه اینجا، البته شاپ های دیگه هم داره ولی اینجا شعبه اصلیشه، اسمش وب هالنه. بریم داخلش ببینیم که صحبت کنیم. اول بریم توی اجازه بگیریم ببینیم میذارم فیلم برداری کنیم یا نه، بعد براتون فیلم میگیرم. خب بچه ها ما اجازه رو صادر کردیم، الان توی فروشگاه که ببینیم حالا اون قطعاتی که ما میخوایم اصلا دارن ندارن چه جوری هست. به همراه ناصر حمیدزیچ. حمیدزیچ بازیکن کجا بود؟ فرانسه. پی اس کی میزد؟ با مسی میزد دیگه. چی میزد؟ با چی میگه؟ اسخره. بچه اینجا کلن یه شاپیه که همه جور گجتی، قطعه کامپیوتر، همه چی داره. بعد هم از دوربین، مودم، نمیدونم میکروفون، بازی، لگو، هر چیزی که راجع مربوط به سر حوزه سرگرمیه اینجا پیدا میشه. فروشگاه تکمیلی هم از این شعبه های مختلف هم داره. حالا کسایی که توی سوئد زندگی میکنن 100% اسمش شنیده، اسمش وب هالنه. و اینجا شعبه مرکزیش، یعنی بزرگترین شعبهش، فکر کنم بزرگتر انبارم داشته باشه. یعنی من تو سایت می‌دیدم همه چی داشت، تقریبا توی همه کالا همه مدلی داشت. حالا می‌خوایم بریم سوال کنیم راجع به کیس که بهمون راهنمایی کنه. البته من سی پی یو گرافیکو میدونم چی میخوام، بهشون بگم که به من مشورتم بدن که من ببینم بهترین چیز چیه که من میتونم با اون سی پی یو گرافیک که میخوام ببندم. یه کوچولو هم این اطرافو نشونتون میدم. اینجا مثلا یه سری کیسایی که بستن، شما قطعات و اینا رو انتخاب میکنید و براتون میبندن. خیلی باحال. اینجا هم یه چیز باحال راجع به فیفا و سایبرپانک و بازی‌های مختلف، همه چی اینجا هست. هدست فلان همه چی اینجا داره، هدست‌های استیل سریس. ببین یه صحبت دارم با آریا کیوکسر عزیز. ببین استیل سریس همیشه بالاست، یعنی تو آشغالای ریزر همیشه اون پایینه. ببین اصلا ریزرشو میدونن کسی نگاه نمی‌کنه. این قسمت رو کات کنید برسونید به دست آریا کیوکسر. ریزر آشغاله، ولی استیل سریس سلطان لاجیتک و اشتباهی این بالا هم ریزر. آبرون رفت. این فیلمو نفرستید در آریا کیوکسه. نم کی برده و نوبت گرفتی؟ شمارمو چنده؟ 265 شد. بریم صحبت کنیم میبینم اتون. اومدیم بیرون، شاید باورتون نشه ولی کیس و اوردر دادیم. یه کپچر کارت هم همینطوری برای این پیسیم خریدم که دیگه 240 هرتز بکشه، رکوردام خیلی راحت‌تر میشه، کلاً دیگه آسون میشه دیگه، یعنی همه چی برام آسون میشه. بعد استریم که میذارم دیگه، اگه یادتون باشه اونا که استریم منو دیدن، دیگه لازم نیست مانیتورم روی 60 هرتز باشه. یه مانیتور 360 هرتز گرفتم، سفارش دادم. سیستم کلا خفن‌تر شد دیگه، یعنی از الان به بعد کوالیتی کار، سرعت کار خیلی بهتر شد. کیس که بیاد حتما اگه دوست داشته باشید میتونم یه ویدیو بگیرم. البته نمیکشه یه ویدیو جدا، ولی اگه دوست دارید تو کامنت وای حالا تو استریم برمیگرده میگه ما نمیخوایم حالا یه کیس بخریم نشون بدیم، الان دوباره بحث کامنت که شد سری میگه کامنت بزن. شوخی میکنم، حالا واقعا جدی اگه دوست داشتید بهم بگید حتما میذارم. بریم به سمت ماشین دیگه. ناصرم امروز خیلی زحمت کشید. نباشید. خجالت هم نمیکشید. نکشید. سیگار نیست. قلیونه؟ این آیک. چیه؟ آیک.
علاوه بر این که ضرر به خودش میرسونه، اسمای زشتی هم داره، استشمام میکنه. همین دیگه، مبارکمون باشه کیس جدید. حتما اگه ویدیو هم نداشتم تو اینستا استوری پست اینا براتون میذارم. فقط بهتون یه هولوش قیمت بگم با مانیتور اینا 75000 کرون چقدر میشه به تومن؟ 220 میلیون تومن شد این کیس و مانیتور و این کارت کپچر. واسه گیوه‌ای دیگه آره؟ جان؟ واسه گیوه‌ای هم میدیم. به نظرت اگه 200000 تایی شدیم یه همچین کیسی بدیم؟ 200000 تایی توی یوتیوب. آره. اگه این فیلم هم 200000 تا لایک بخوره. آقا اگه این ویدیو رو باید 2 میلیون نفر لایک کنن تا 200000 تاش بمونه، چون میپرونه دیگه، مثل ساوا لایک هم میپره. بریم سمت خونه با پلاک جدید، با ماشین جدید. الان میریم جریمه شدیم پلاک واسه باید سایلن میزنیم، نه باید پلاک قبلی رو میزنیم. بریم میبینمتون گسی. خب گایز، ما داریم برمیگردیم. اصلا کار خوبی نیست هیچ وقت پشت فرمون دوربین دستتون نگیرید، اصلا کار پسندیده این نیست، ولی من دارم این کار رو به خاطر شما میکنم. جون ما به حالا این کار داره چی کار میکنه موزیگر اینجا؟ لاین میخواید عوض کنید باید حتما راهنما بزنید. یه کامیون الان داره میاد تومون، نگاه کنید نزدی بود از اون رد شه. پی سی رو سفارش دادیم، پلاک ماشینم که چسبونیم دیدید، خیلی ذوقشو داشتم، ولی اینجوری که شنیدم انگار پلیس خیلی به پلاکای کاستوم، یعنی کسایی که این کاستوم پلاکو میگیرن گیر میده، درست میگم؟ بله. یعنی مثلا این ممکنه مثلا یه لیست بدن که ببینن کی اصلا چیه داستان، برای چی پلاکت این و اینا، ولی امیدوارم که به ما گیر ندن. واسه اگه دوست دارید یه ولای از زندان حتما تو کامنت ها بگید. همین دیگه، بریم سمت خونه، بعد بریم که خدافظی کنیم و میبینمتون دیگه. سی یو. بچه ها ما رسیدیم خونه، اومدیم پشت میز، دارم ویدیوی امشب براتون آپلود میکنم. البته الان که این ویدیو رو میبینید، این ویدیویی که الان آپلود کردم تا الان دیدید. خلاصه همین دیگه، دمتون گرم که ولاگو تماشا کردید. نظرات توی کامنت فراموش نشه. رفتیم پلاک گرفتیم، کیس جدید سفارش دادیم و گشتیم دیگه، یه مقدار تو شهرم دیدین. اگه دوست دارید بازم ولاگا بریم جای دیگه شهر، جای دیدنی سوئد. ناصر تو جای باحالتر سوئد و خفن‌تر رو بلدی؟ آره. کامنت بذارید کجا پیشنهاد میدی بریم بعدش. بذار سورپرایز کنم، جای خفن‌تر پیدا میدونم، الان نمیخوام بگم. منم نمیدونم. آره نمیگم. چه جوری ترسناک مرسناکه؟ یعنی نمیتونم بگم. حالا بچه‌ها حالا ببینیم چی میشه. اوکی باشه. سورپرایز. باشه، دمت هم گرم به خاطر اینکه بودی ناصر جون. بچه‌ها دمتون گرم، حتما این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کانال یوتیوب رو زنگوله بغلش هم بزنید، پیش به سوی 200000 تایی توی یوتیوب و 1 میلیونی توی اینستاگرامم این بالا میاد، حتما فالو کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم. عاشقتونم. به زودی با ولاگای بعدی میبینم تو. فعلا پیس.